فقط ذهن و موضوع فقط پیامه پیامی که جعلی حالا البته این پیام ها چون میتونه مثبت هم باشه ما صرفا در خصوص پیام جعلی داریم روی پیام منفی صحبت میکنیم پیام منفیش میتونه جعلی باشه بره ستاد و اثر منفی بذاره میتونه مثبت باشه و وقتی به ستاد وارد میشه پیام مثبت بگذاره کانون تاثیر ضد شعور زمانی است که پیام ضد شعور که میتونه مثبت یا منفی باشه به زن و بخش فرازن که خودشون تعریف های مستقلی دارن میرسه و این پیام ها اونجا به مورد اجرا گذاشته میشن و از اونجا به بعد میتونه تاثیر مثبت یا منفی روی, روی روان هم داشته باشه این تاثیر این موضوع ارتباطی به احساسهای ظاهری که ما از مطلب بگیریم نداره ممکنه یک مطلبی در ظاهر پیام شادی داشته باشه پیام مثبت داشته باشه پیام میل به زندگی داشته باشه ولی ضد شعور اون پیام میل به افسردگی میل به پوچی میل به خودکشی و این دو چیزها داشته باشه ارتباطی به ظاهر ماجرا از نقطه نظر روانی که همون احساسات روانی ما باشه و ادراکات ظاهری ما نخواهد داشت نداره